به سرخط خبرهای امروز جمعه 29 ماه می از رادیو شهر ما توجه فرمایید. به دنبال درگیری‌های خشونت‌آمیز در مینیاپولیس آمریکا که به دنبال قتل جورج فلوید، یک مرد غیر مسلح سیاه‌پوست به دست پلیس آغاز شد، نیروهای گارد ملی ایالات متحده به این شهر اعزام شدند. معترضان وارد این مقر پلیس شده و آن را به آتش کشیدند. در ویدیوهای منتشر شده، ماموران در حال ترک ساختمان دیده می‌شوند که به آتش کشیده شده است. توییتر برای اولین بار یکی از توییت‌های دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را زیر یک پیام هشدار به کاربران پنهان کرد. توییتر به جای حذف این توییت به دلیل نقض مقررات توییتر به کاربران هشدار داد که این توییت در ستایش خشونت است، اما به دلیل منافع عمومی اگر کسی می‌خواهد آن را مشاهده کند روی کلمه مشاهده کلیک کند. این ماجرا که تازه ترین تنش میان کاخ سفید و توییتر است، ساعت 5 صبح امروز جمعه 29 ماه می اتفاق افتاده است. کاخ سفید هم ساعتی بعد از اشاره کردن به یکی از توییت‌های اخیر آیت الله خامنه‌ای رهبر ایران از عملکرد توییتر انتقاد کرد و با آوردن عبارت مشابه توییتر نوشت: این توییت مقررات توییتر درباره ستایش خشونت را نقض کرده، اما توییتر اصرار دارد که به تروریست ها، دیکتاتورها و پروپاگاندای خارجی اجازه دهد از این شبکه اجتماعی سوء استفاده کند. در اسپانیا وضعیت شیوع بیماری کووید 19 تحت کنترل درآمده است، اما این کشور حالا با چالش اقتصادی بزرگی روبروست. پدرو سانچز نخست وزیر این کشور قصد دارد به خانوارهای کم درآمد به صورت ماهیانه کمک هزینه نقدی پرداخت کند، اما این طرح با مخالفت‌های روبروست. دومینیک راب وزیر امور خارجه بریتانیا میگوید قصد دارد قوانین مهاجرتی را برای شهروندان هنگ کنگ آسان‌تر کند، مگر اینکه چین در اجرای قانونی امنیت جدید در این منطقه تجدید نظر کند. آمریکا، کانادا، استرالیا و بریتانیا با انتشار بیانیه مشترک گفتند که قانون جدید امنیتی چین آزادی‌های فردی را محدود می‌کند. این قانون هر گونه اعتراضی که بتواند فتنه، براندازی یا تجزیه طلبی تعبیر شود را ممنوع می‌کند. روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش می‌دهد که در پی تهدید به تحریم دو نفتکش تحت مالکیت یونان که با پرچم لیبریا حرکت می‌کردند، این کشتی‌ها انتقال نفت ایران به ونزوئلا را متوقف کردند. برایان هوک، نماینده وزارت خارجه آمریکا در امور ایران، می‌گوید شبکه فارسی صدای آمریکا در سال گذشته بیش از 17 میلیون دلار بودجه دریافت کرده است، ولی چرا بیشتر شبیه صدای ملاها در ایران است؟ او در مطلبی در روزنامه نیویورک پست درباره بخش فارسی صدای آمریکا نوشت: بخش فارسی صدای آمریکا باید اخباری درباره نقض حقوق بشر در ایران، فساد داخل رژیم و تحلیل‌های علیه پروپاگاندای رژیم تولید کند، به جای اینکه خود این پروپاگانداها را پخش کند. چند خبر از ایران. به گزارش بعضی از وبسایت‌های حقوق بشری، شهروندی که در مشهد پرچم ایران با نشان شیر و خورشید و همینطور تصویر رضا شاه بزرگ را به در خانه اش زده بود، دستگیر شده است. به گزارش هرانا، نیروهای امنیتی علیرضا غلامپور 55 ساله را دستگیر و به مکانی نامعلوم منتقل کردند. رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز گفت در آذربایجان شرقی از هر 100 نفر 18 نفر به کرونا مبتلا هستند. سفرهای بازدید از مناطق جنگی ایران و عراق که با عنوان راهیان نور شناخته می شود، از تیر ماه از سر گرفته می خواهد شد. پلیس تهران اعلام کرد اماکن سرپوشیده ورزشی و سالن‌های سینما و تئاتر فعلا اجازه فعالیت ندارند. سازمان اداری و استخدامی ایران از تعطیلی آشپزخانه و آبدارخانه ادارات خبر داد. نیروی انتظامی از کشته شدن 3 مرزبان ایرانی در درگیری با کسانی که اشرار مسلح خوانده در سردشت خبر داد. آمار جانباختگان ویروس کرونا در کشورهایی که بیشترین تلفات را داشتند: آمریکا تعداد جانباختگان 103674 نفر، برزیل 26778 نفر، روسیه 4374 نفر، انگلیس 38161 نفر، اسپانیا 27118 نفر، ایتالیا 33229 نفر، فرانسه 28662 نفر و آلمان 8596 نفر.
این بود سرخط خبرهای امروز جمعه 29 ماه می از رادیو شهر ما.